چیزی که زنده یا مرده بودن انسان رو مشخص میکنه تپیدن قلب و داشتن ضربان قلبه. وجود قلب خیلی حیاتی و سلامت اون از همه چیز حیاتی تر. قلب در قفسه سینه قرار گرفته و وظیفه اصلیش پمپاژ خون به تمام نقاط بدنه. خون به لطف قلب میتونه به حرکت در بیاد و به تمام سلولهای بدن خدمت رسانی کنه. توی این ویدیو میخوام ساختار قلب رو بگم و در قسمت‌های بعدی هم جزئیات بیشتری رو درباره قلب خواهم گفت. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. سیستم گردش مواد در انسان به صورت مضاعف انجام میشه. یعنی این خون یک بار به ششها میره تا اکسیژن بگیره و یک بار هم میره به کل بدن تا اکسیژن رو بین سلول‌ها پخش کنه. همه اینها به لطف قلب انجام میشه. گردش خون در قلب عین یه چرخ است و پشت سر هم اتفاق میفته. در گردش عمومی که خون به کل بدن قرار پمپاژ بشه، خون از بطن چپ به کمک سرخرگ آورت با فشار بالا خارج میشه و به سایر سرخرگ‌ها میرسه. در شبکه مویرگی خون تازه به سلول‌ها میرسه و به خون تیره تبدیل میشه. حالا خون تیره درون سیاهرگ‌ها جمع میشه و به کمک بزرگ سیاهرگ‌های زیرین و زبرین به دهلیز راست میریزه و گردش عمومی تموم میشه. حالا گردش خون ششی آغاز میشه و خون تیره از بطن راست با فشار مناسب از طریق سرخرگ‌های ششی به ششها میره. درون ششها به خون پر اکسیژن و روشن تغییر رنگ پیدا میکنه و با کمک سیاهرگ ششی به دهلیز چپ وارد میشه. اینجا یه نکته جالبی وجود داره. توی قلب لقب سرخرگ بودن به رگی داده میشه که خون رو داره از قلب خارج میکنه و لقب سیاهرگ هم به رگی داده میشه که داره وارد قلب میشه. و اینجا دیگه رنگ خون ربطی به اسم اون رگ‌ها نداره و خون تیره میتونه درون سرخرگ‌ها باشه یا برعکس. تا الان متوجه شدید که نیمه سمت چپ قلب با خون روشن سر کار داره و نیمه سمت راست قلب هم با خون تیره. به طور مستقیم 9 رگ خونی با قلب در تماسن. 7 تا سیاه رگ که 4 تای اون سیاه رگ ششیه که به دهلیز چپ و 3 تای دیگه هم به دهلیز راست میریزه. لابد میپرسید چرا 7 تا؟ سیاهرگ کورنری رو هرگز فراموش نکنید که جزو این هفته است. دو رگ دیگه هم سرخرگ هستن که یکیش آورته و دیگری هم سرخرگ ششی که خون تیره توشه. رگ کورنر یا اکلیلی یه قهرمان بیداست. وجود اون به قلب کمک میکنه تا اکسیژن و مواد مغذی خودش رو بتونه تامین کنه و اکسیژن و قند و انرژی کم نیاره. به طور کلی هم ساختار قلب به صورت 4 حفره‌ایه، یعنی دو بطن و دو دهلیز داره که با کمک دریچه‌ها با هم در ارتباط هستن. در قسمت‌های بعدی دریچه‌ها و صداهای قلب رو بررسی خواهیم کرد. امیدوارم از این اپیزود خوشتون اومده باشه. لطفاً ما رو در آپارات یوتیوب دنبال کنید.